خدا. ویدئوی حاضر حاوی مطالبی در زمینه مهندسی سطح و معرفی انواع پوشش ها و روش های پوشش دهی است. سعی شده مطالب ارائه شده با سرفصل درس اصول مهندسی سطح در ارزش 3 واحد مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری برای تدریس در دوره کارشناسی مهندسی مواد مطابقت داشته باشد. مطالب ارائه شده علاوه بر مهندسین مواد برای مطالعه سایر مهندسان و متخصصان فنی و مهندسی علاقمند به مهندسی سطح و پوشش ها مثل صنایع دفاعی، نیمرسانه‌ها، مهندسی پزشکی، هسته‌ای، هوافضا، صنایع پتروشیمی، راه آهن و حتی صنایع سنگین و خودروسازی میتونه مفید باشه. ضمن اینکه سعی شده اطلاعات کاربردی مطابق با بازار و صنایع موجود در ایران در اختیار علاقمندان و صنعتگران گذاشته بشه. سرفصل‌های آموزشی که برای اصول مهندسی سطح مقدماتی در نظر گرفته شده به این ترتیب هستش که در فصل اول ما مقدمه‌ای بر مهندسی سطح و پوشش‌ها رو مورد بررسی قرار می‌دیم. در فصل دوم با تریبولوژی و سایش آشنا میشیم. در فصل سوم آبکاری الکتریکی رو مورد بررسی قرار میدیم. در فصل چهارم پوششکاری تبدیلی، مکانیکی و قوطه‌وری گرم رو بررسی میکنیم. و در نهایت در فصل پنجم روش‌های مطالعه سطوح و سنجش سطوح رو مورد بررسی و معرفی قرار میدیم. خب با فصل اول شروع میکنیم. این فصل شامل ارائه مطالبی کلی با هدف آشنایی با مهندسی سطح هستش. از طرف دیگه این فصل نمایی کلی از محتویات فصلهای آتی رو هم در بر داره. در فصل اول به صورت ویژه با اصطلاح مهندسی سطح آشنا میشیم. همچنین بررسی مختصری روی اصطلاحات مشابه و پرکاربرد در زمینه مهندسی سطح رو مورد توجه قرار میدیم. فرایندهای مهندسی سطح رو مورد بررسی قرار میدیم و معیارهایی که برای یه فرایند مهندسی سطح برای یه قطعه مطرح هست رو بررسی میکنیم. با انواع پوشش ها و روش های پوشش دهی آشنا میشیم. چگونگی انتخاب پوشش ها برای قطعات بحث میشه و در نهایت هم اشاره ای به لزوم سنجش خصوصیات سطح خواهد شد. خب با تعریف مهندسی سطح شروع کنیم. میتونیم بگیم که مهندسی سطح الهام گرفته از طبیعت هستش. اگر کمی به اطراف خودمون نگاه کنیم میبینیم که میوه ها، حیوانات، گیاهان و حتی انسان ها دارای پوست هستند که این پوست از مغز اونها حفاظت میکنه. برای مثال شما حفاظت پوست گردو یا پوست موز را از مغز اون میوه مشاهده میکنید. به همین ترتیب قطعات صنعتی و غیر صنعتی هم برای اینکه در برابر آسیب‌های ناشی از محیط پیرامون خودشون در امان باشند نیاز به سطحی مقاوم دارند. به همین ترتیب اصطلاحی به نام مهندسی سطح در اوایل سالهای 1980 مطرح شد. تعریفی که برای مهندسی سطح به صورت جنرال در نظر گرفته شده به این ترتیب هست که ما با استفاده از فرایندهایی سطح قطعه رو طوری تغییر بدیم که به خواصی دست پیدا بکنیم که اون خواص نه در سطح و نه در بالک قطعه اولیه وجود داشته باشه. به بیان ساده مهندسی سطح مجموعه فرایندهایی هستند برای تغییر سطح اجسام که اغلب با هدف افزایش مقاومت اونها انجام میشه. واژه‌های دیگه‌ای هم پیرامون مهندسی سطح مطرح هستند. میتونیم به سرفس تریتمنت، سرفس تکنولوژی، سرفس انجینیرینگ، سرفس مودیفیکیشن و سرفس هاردنینگ اشاره بکنیم. به طور کلی میتونیم نیازهای قطعات رو شامل مواردی همچون
مقاومت به سایش، مقاومت به خوردگی و پوسیدگی، مقاومت به خستگی، زیبایی، اینکه قطعه سازگار با بدن باشد یا نه و مواردی از این قبیل بدونیم که این نیازها معمولا به خاطر آسیب‌هایی مثل خوردگی، شکست‌های مکانیکی و مسائل تریبولوژیکی برای قطعه ایجاد میشه. خب راه حل چیه؟ ما یا باید کل ماده رو تغییر بدیم و از یک ماده مقاومتر استفاده بکنیم که در اغلب موارد هزینه های سنگینی را ایجاد میکنه یا اصلا ممکن هست در برخی موارد امکان پذیر نباشه که ما ماده رو مجبور میشیم تقویتش بکنیم. بهترین راه هم تقویت هست یا تقویت سطح ماده، چرا که اغلب آسیب هایی که به یک قطعه وارد میشه در ابتدا به سطح اون وارد میشه و ما اگه بتونیم سطح قطعه رو مقاوم کنیم با هزینه خیلی کمتری تونستیم مشکل رو حل کنیم. راهکارهای مختلفی هم برای تقویت سطح وجود داره. مثلا ماده‌ای به سطح اضافه بکنیم مثل پوشش ها، یا اینکه سطح ماده رو اصلاح کنیم که با تکنیک های اون در فصل های آتی آشنا میشیم. فرایند های مهندسی سطح بر این اساس به دو گروه دستبندی میشن. دسته اول تغییر سطح توسط روش های مثل کاشت یون یا آیون ایمپلانتیشن، روش های حرارتی، روش های مکانیکی و مواردی از این دست هست که شما در اسلاید مشاهده می کنید. پوشش دهی یا سرفس کوتینگ گروه دوم هست. شامل زیر مجموعه هایی از جمله ترمال اسپری، سی وی دی، پی وی دی، آبکاری، رنگکاری و مواردی از این دست. روش های پوشش دهی متنوعی در بحث مهندسی سطح مطرح هستند. برخی ارزون قیمت و با تکنولوژی ساده تر مثل روش های آبکاری الکتریکی و برخی گرون قیمت تر و با تکنولوژی پیشرفته تر مثل روش های پاشش. نکته دیگه که باید به اون اشاره کنیم اینه که عملیات های سطحی به دو گروه با و بدون تغییر در ترکیب شیمیایی سطح تقسیم بندی میشن. گروه اول بدون تغییر ترکیب شیمیایی، مثال هایی از اون رو بیان کنیم مثل روش های سخت کاری سطحی که معمولا ساختار متالوگرافیک سطح با گرم کردن و سرد کردن سریع مقاوم میشه، یا مثال دوم انواع روش های پولیش کاری و حکاکی هستند که در اونها تغییر بافت و توپوگرافی سطح اتفاق میفته. دسته دیگر منظورمون دسته کلی هست. با تغییر ترکیب شیمیایی سطح هستند. عمده‌ترین اونها فرایندهای نفوذی یا آلیاژ سازی سطح هستند. در این روش ها از عناصر مختلف میتونیم وارد سطح قطعه بکنیم و خواص سطحی رو تغییر بدیم، مثل کربوره کردن. در این اسلاید شما انواع موادی که به طور کلی برای پوشش دهی استفاده میشن رو مشاهده میکنید. میتونیم بگیم که مواد پلیمری، سرامیکی، فلزی و حتی مواد کامپوزیتی رو میشه به عنوان پوشش برای اجسام استفاده کرد و بنابراین صنایع هزینه های خیلی کمتر میتونن داشته باشن و قطعات با دوام خیلی بیشتر رو طراحی و جایگزین قطعات فعلی بکنن. از جمله صنایع مرتبط میتونیم به صنایع خودرو، کشاورزی، پزشکی و صنایعی که در اسلاید مشاهده میکنید اشاره بکنیم. برای مثال در صنعت برق و نیروگاه استفاده از پوشش ها تا میلیاردها دلار صرفه‌جویی اقتصادی رو فراهم میکنه. پوشش های مشهور به پوشش های سد حرارتی که معمولاً پره‌های توربین رو مقاوم می‌کنه. عوامل مهمی در انتخاب پوشش‌ها و نوع عملیات‌های سطحی تأثیرگذار هستند. از مهمترین اونها می‌تونیم به مواردی همچون محیط مورد استفاده، عمر مد نظر برای قطعه، نوع بهره‌برداری، تزئینی بودن قطعه، جنس بدنه، شکل و اندازه بدنه یا پیچیدگی های
شکلی، فاکتورهای مکانیکی و مواردی از این دست اشاره کنید. برای مثال محیط مورد استفاده میتونه خورنده باشه یا محیط به شدت ممکن هستش که اکسید کننده باشه یا اینکه دمای کاری بالایی وجود داشته باشه. ممکن هست شکل قطعه پیچیده باشه و با هر روشی ما نتونیم پوشش دهی انجام بدیم یا اینکه برای قطعه زیبایی مهم باشه یا نه. بنابراین شناخت این موارد در مهندسی سطح از جمله پارامترهای بسیار مهم هستند. مورد دیگه‌ای که در زمینه مهندسی سطح خیلی مهم هست، شناخت و آنالیز سطح قطعه قبل و بعد از فرایندهای اعمالی هست. درک آنالیز شیمیایی، آنالیز فازی، شناخت توپوگرافی سطح و مواردی از این قبیل به انتخاب بهتر روش انجام و همچنین دستیابی به قطعه با کیفیت‌تر کمک خیلی زیادی می‌کنه. وقتی ما از آنالیز سطح صحبت می‌کنیم، منظورمون معمولاً آنالیز تا عمق 30 لایه اتمی یا چیزی حدود 50 آنگستروم هست. در این اسلاید شما شماتیکی از این روش‌ها رو مشاهده می‌کنید که در فصل پنجم با اونها بیشتر آشنا میشیم. مبانی همه روش‌های آنالیز حساس به سطح هم به این ترتیب هستش که معمولاً ابتدا سطح نمونه به کمک یک پرتو فوتونی یا ذره‌ای برانگیخته میشه. سپس انرژی ذرات ثانویه‌ای که سطح نمونه رو ترک می‌کنند اندازه‌گیری میشه و در نهایت توسط تکنیک‌های خاصی مورد ارزیابی قرار می‌گیره و به ویژگی های سطحی مرتبط میشن. نکته ای که باید به اون اشاره کنیم این هستش که منظور از ذرات ثانویه معمولا الکترون هایی هستند که در اثر بمباران پرتو ابتدایی از سطح نمونه جدا میشن و میتونیم اونا را در خارج از سطح قطعه آزمایش بکنیم. روش های مختلفی برای آنالیز سطح وجود داره که در فصل‌های آینده مورد بحث و بررسی دقیق‌تر قرار می‌گیره. خب در پایان این فصل ما امیدوار هستیم که علاقه‌مندان تونسته باشن آشنایی مختصری با مفاهیم مهندسی سطح پیدا بکنن. در ادامه و در فصل‌های آتی به بحث‌های اصلی‌تر و بیان مکانیزم‌های موجود در این زمینه پرداخته میشه. با فصل دوم از درس اصول مهندسی سطح مقدماتی با عنوان آشنایی با تریبولوژی و سایش در خدمت شما هستم. یکی از مشکلاتی که در صنعت برای قطعات ایجاد میشه پدیده سایش هست و یکی از راه‌های مقابله با آن استفاده از روش‌های مهندسی سطح. برای انتخاب راهکار مناسب برای مقابله با سایش ابتدا باید مواردی همچون مفهوم استکاک و سایش، مکانیزم های سایش، مفهوم تریبولوژی و علم تریبولوژی و در نهایت روش های سختکاری سطحی رو آشنا بشیم. تمامی موارد ذکر شده در این فصل مورد بحث و بررسی قرار میگیره. در این اسلاید ما میخواییم با مفهوم استکاک آشنا بشیم. اینکه آیا استکاک خوبه یا نه؟ باید بدونیم که استکاک یه پدیده فیزیکیه. به طور کلی ما میتونیم مقاومتی که یه جسم در تماس با جسم دیگه در حین حرکت از خودش نشون میده رو استکاک تعریف کنیم. راه رفتن انسان رو در نظر بگیرید. اگر پدیده استکاک نبود شاید انسان هیچ وقت نمیتونست حرکت کنه. یا مثلا کاربرد زنجیره چرخ رو توی روزهای برفی در نظر بگیرید. در از زنجیره چرخ داره به نوعی به ایجاد استکاک بیشتر که سبب سر نخوردن خودروی شما میشه کمک میکنه. اما آیا همیشه استکاک خوبه؟ احتمالاً پاسخ شما منفی هست و شما هم با من موافق هستید که خیر، استکاک همیشه مفید نیست. توی خیلی از قطعات استکاک منجر به تخریب و زوال قطعه میشه. میتونیم بگیم که دو نوع استکاک وجود داره، یکی داخلی و دیگری خارجی. از حرکت دو جسم روی هم استکاک خارجی ایجاد میشه و از حرکت ذرات یک جسم نسبت به هم استکاک داخلی. نکته دیگه که باید به اون توجه بکنیم اینه که نیروی استکاک نسبت مستقیم با نیروی عمودی داره و همینطور نیروی استکاک مستقل از سطح ظاهری تماس هست. با
خب توی این اسلاید در ادامه بحثمون با نکاتی در مورد مفهوم استکاک آشنا میشیم. اینکه اگر سطوح نرم باشند نیروی F با نیروی چسبندگی بین ذرات جمع میشه. مورد دیگه اینکه نیروی استکاک مستقل از سطح ظاهری تماس و سرعت لغزشه. البته در سرعت‌های کم همچنین در سرعت‌های لغزش بالا ضریب استکاک به صورت ناگهانی کاهش پیدا میکنه و در نهایت اینکه ضریب استکاک به شرایط محیطی، جنس دو قطعه و شرایط کاری وابسته است. ما با دو نوع ضریب استکاک سر و کار داریم. یکی در حالت سکون یا استاتیک هست و دیگری در حالت دینامیک یا حرکت که میتونیم بگیم به طور معمول ضریب استکاک دینامیک کمتر از ضریب استکاک استاتیکه. استکاک خصوصیت ذاتی ماده نیست و در نتیجه به عواملی وابسته است. از جمله این عوامل میتونیم به زمان، دما، کیفیت سطح، سرعت و غیره اشاره کنیم. به طور کلی مکانیزم های استکاک به دو صورت هستند. یکی بر پایه چسبندگی و دیگری بر پایه ایجاد شیار. استکاک بر پایه چسبندگی یعنی اینکه دو سطح با نیروی مشخص روی هم فشرده میشن. در نتیجه پستی و بلندی های سطح روی هم فشرده میشه و تغییر شکل رخ میده. میشه گفت پستی و بلندی ها در هم جوش میخورن. استکاک بر پایه ایجاد شیار برای لغزش جسم سخت روی جسم نرم مطرح میشه. در شکل میتونیم نحوه انجام هر دو مکانیزم رو مشاهده کنیم. یه مفهوم مهم دیگه سایش هست. کنده شدن مواد از یک سطح در اثر تماس با سطح ماده دیگه رو سایش تعریف میکنیم. جدا شدن مواد به دو صورت میتونه انجام بشه. یا مکانیکی هست مثل شخم زدن و یا شیمیایی هست مثل اکسید شدن. نکته دیگه این که سایش به ویژگی های قطعه، شرایط سطحی و شرایط کاری هم وابسته هست. مثلا هرچی سختی بیشتر باشه مقاومت به سایش بیشتر میشه، یا مثلا اگر سطح اکسیدی باشه یا از روانکار استفاده بشه در نتیجه استکاک کم میشه و نهایتا سایش کم میشه. در این اسلاید با مکانیزم های انجام سایش آشنا میشیم. از مهمترین آنها میتونیم به سایش خراشان، سایش چسبان، سایش رفتگی، سایش شیمیایی و سایش نوسانی اشاره کنیم. سایش خراشان زمانی رخ میده که جسمی سخت روی جسم نرمتر کشیده بشه و به وسیله برش یا احتمالاً چنگ زدن ماده از سطح نرمتر جدا بشه. راه حل برای جلوگیری از چنین فرایندی افزایش سختی سطح است. گزارش شده که بیشتر از 50% سایشی که اتفاق میفته چنین مکانیزمی داره. این نکته را هم باید توجه داشته باشیم که سطحی که زیاد سخت باشه ممکن هست ترد باشه و در نتیجه ترک خوردگی و کندگی از سطح ایجاد بشه. بنابراین انجام سختکاری سطحی برای جلوگیری از سایش خراشان باید طبق دستورالعمل‌های خاص و با توجه به شرایط ماده و جنس آن انجام بشه. اگر به شکل دقت کنید می‌بینید که سایش خراشان به دو صورت سه‌بعدی و دوبعدی می‌تونه انجام بشه. در این اسلاید می‌خواهیم با سایش چسبان آشنا بشیم. ما می‌دونیم که روی هر سطحی پستی و بلندی وجود داره و وقتی اجسام روی هم قرار می‌گیرن در محل این پستی و بلندی ها روی هم قرار می گیرن. به شکل دقت کنید. از طرفی می بینیم و می دونیم که تنش برابر هستش با نیرو بخش بر سطح و از طرف دیگه و با توجه به شکل می دونیم که سطح واقعی تماس بین دو جسم از سطح ظاهری کمتره. در نتیجه تنش ایجاد شده از تنشی که ما انتظار داریم بیشتره. این افزایش تنش در سطح منجر به دفرم شدن یا چسبندگی ذرات میشه و نهایتاً ماده از جسم نرمتر کنده میشه و به جسم سختتر میچسبه. عواملی هم روی این مکانیزم اثر دارن. میتونیم به دما، محیط، مثلا محیط خلاء باشه، احیایی باشه یا اکسیدی و جنس قطعه مثلا شبکه بلوری اون اشاره کنیم. در بررسی اثر دما باید بگیم که دمای بالا میتونه دفرم شدن رو افزایش بده.
در سایش رفتگی سطح با سیال در تماس هست. در اثر برخورد ذرات سیال با سطح، سایش رفتگی معمولاً پدید میاد. در اصل وقتی ذرات برخورد میکنن، انرژی جنبشی اونها به سطح منتقل میشه و تنش ایجاد میشه و در نتیجه این تنش ایجاد شده ذره کنده میشه. این سایش بیشتر در لوله ها رخ میده. با توجه به توضیحاتی که داده شد، پدیده اروژن رو در شکل به صورت شماتیک مشاهده میکنیم. میبینیم که ذرات با توجه به سرعتی که دارن به سطح برخورد میکنن و سبب کندگی هایی روی سطح میشن. پس یکی از مکانیزم های دیگر سایش پدیده اروژن است. اگر دقت کنیم میبینیم که ذرات میتونن در زوایای مختلفی به سطح برخورد بکنن. بسته به جنس قطعه، کاهش یا افزایش زاویه میتونه در انجام یا کنترل سایش مؤثر باشه. مثلا در اجسام لاستیکی افزایش زاویه به کاهش سایش کمک میکنه، ولی در مورد چدن برعکس هست و کاهش زاویه به کاهش اروژن کمک میکنه. عواملی هم روی انجام و کنترل اروژن تأثیر دارن که مهمترین اونها سرعت ذرات هست. خب طبیعی هستش که هر چه سرعت بیشتر باشه، در نتیجه ذرات انرژی بیشتری خواهند داشت و منجر به سایش بیشتری هم خواهد شد. اندازه، شکل و زاویه برخورد میتونه تأثیرگذار باشه و همینطور جنس قطعه. راه مقابله و کنترل اروژن با استفاده از مدول برجهندگی هست. به رابطه دقت کنید، این مدول بیانگر میزان انرژی است که قطعه میتونه جذب کنه قبل از آن که در آن ترک یا تغییر شکلی رخ بده. یکی از سایش‌های مهم دیگه‌ای که در صنعت رخ میده، سایش شیمیایی هست. محیط خورنده باعث خوردگی سطح ماده میشه و محصولات خوردگی از سطح جدا میشه و سطح تمیز مجدداً در معرض خوردگی قرار میگیره و این سیکل ادامه پیدا میکنه. راه مقابله با آسایش شیمیایی، کنترل محیط خورنده و همچنین ایجاد لایه‌ای مقاوم در برابر سایش هست. سایش نوسانی یا فرتینگ رو میخواییم باش آشنا بشیم. فرتینگ زمانی رخ میده که یک لغزش رفت و برگشتی در سطح اتصال بین دو صفحه صورت بگیر و منجر به سایش بشه. راه مقابله با فرتینگ هم کنترل منبع ارتعاش هست. خب تا اینجا ما با دو مفهوم اصطکاک و سایش و همچنین مکانیزم های آن آشنا شدیم. اما علم تیربولوژی چیه و جایگاه این علم در مهندسی سطح کجاست؟ تیربولوژی علمی است که به پدیده هایی که در سطح تماس اجسام در اثر حرکت اونها روی هم رخ میده میپردازه. این پدیده ها شامل اصطکاک و سایش است که شما با هر دو اصطلاح آشنا شدید. بر اساس استاندارد دین 19323 در علم تیربولوژی، سایش، فرسایش، روانکار، تأثیر دو جسم بر یکدیگر در محل تماس و محیط کاری، حالا اینکه محیط مایع باشه یا گاز، بایستی مد نظر قرار بگیره. صرفه‌جویی های انجام شده در زمینه های مختلف حاصل از اتخاذ تدابیر مناسب تیربولوژی در سال 1991 در کشور آلمان رو مشاهده می کنیم. حدود 5.8 میلیارد مارک در بخش های مختلف و صنایع مختلف آلمان صرفه‌جویی شده. بنابراین اهمیت تیربولوژی و شناخت راه هایی برای مقابله با مکانیزم های سایش از اهمیت ویژه‌ای در صنایع مختلف برخورداره. با دقت به شماتیک ارائه شده در اسلاید میتونیم اجزای تشکیل دهنده یک سیستم تیربولوژی رو بررسی بکنیم. جسم پایه، جسم متحرک یا متقابل، مواد بین دو جسم میتونه روانکار و موادی از این دست باشه، محیط کار دستگاه هم از اجزای یک سیستم تیربولوژی هستند. خب تا اینجا ما با عوامل تخریب و نوع تخریب آشنا شدیم. اما صنایع چه راهکارهایی دارن برای اینکه بتونن جلوی چنین تخریب‌های بزرگی رو بگیرن؟ علم مهندسی سطح و دانش تیربولوژی در این زمینه به کمک صنایع اومده و با استفاده از روش‌های سختکاری سطحی بسیاری از مسائل مرتبط با سایش رو حل کرده.
به طور کلی ما میتونیم روش های سختکاری سطحی رو به سه دسته کلی تقسیم بندی کنیم. روش اول، روش های مبتنی بر عملیات حرارتی شامل سخت کردن القایی و شعله‌ای هستند. دسته دوم عملیات نفوذی مثل کربوره کردن، نیتروره کردن و روش های از این دست. دسته سوم روش های نوین سختکاری سطحی شامل سختکاری با استفاده از پرتوهای پر انرژی مثل لیزر و همچنین روش های جوشکاری که در ادامه به توضیح این روش ها میپردازیم. روش اولی که مورد بررسی قرار میدیم روش سختکاری القایی هست. قطعه در داخل کویل قرار داده میشه و جریان با فرکانس بالا القا میشه. وقتی توسط این روش قطعه ای را تحت عملیات حرارتی قرار میدیم، تحت این جریان سطح قطعه گرم میشه و سطح به دمای آستنیته شدن میرسه. پس از آن عملیات کوئنچ انجام میشه و آستنیت به مارتنزیت تبدیل میشه. جالب استش که بدونیم این فرایند در دوره زمانی کوتاهی انجام میشه. معمولا قطعاتی که به این روش سختکاری سطحی میشن دارای اشکال مدور هستن. البته اگر قطعات اشکال مدور هم نداشته باشن، باز همیشه با استفاده از روش هایی عملیات حرارتی مورد نظر را انجام بدیم. در رفرنس های مختلف رابطه تجربی هم برای سختکاری القایی پیشنهاد شده که شما در اسلاید مشاهده میکنید. همانطور که پیداست، عمق سختی با مقاومت ویژه رابطه مستقیم از توان 1/2 را داره. نکاتی در مورد سخت کردن القایی هستش که باید به اونا توجه بکنید. اینکه ساختار فولاد بایستی ریز و زمان گرمایش کم باشه. و مورد دوم اینکه معمولا روش سختکاری القایی برای فولادهای آنیل شده استفاده نمیشه. روش سختکاری القایی برای فولادهای آستنیته شده، مارتنزیتی و تمپر شده معمولا استفاده میشه. اغلب پس از تشکیل مارتنزیت، تمپر انجام میشه با این تفاوت که دمای تمپر پایین هست نسبت به سایر فرآیندها. اگر گرمایش خیلی سریع باشه، ممکنه به جای استحاله نفوذی، استحاله برشی رو داشته باشیم. در این صورت سختی بالاتر میشه و اصطلاحاً پدیده فوق سختی رو ما خواهیم داشت. اما به معایب و مزایای سخت کردن القایی می‌خوایم بپردازیم. از جمله مزایاش می‌تونیم به احتمال اعوجاج کم اشاره بکنیم. اکسید شدن کم هست در این روش، سرعت بالایی داره و می‌تونه پدیده فوق سختی در این روش ایجاد بشه. همچنین تنش‌های فشاری که تنش‌های خوبی هستن می‌تونه در سطح ایجاد بشه. از جمله معایب روش سخت کردن القایی میتونیم به این اشاره بکنیم که شکل‌های گوشه‌دار رو محدود هست در این روش سخت کردنش و اینکه محدودیت در تجهیزات رو ما داریم. روش دیگری که از زیر مجموعه روش‌های سختکاری با استفاده از عملیات حرارتی موضعی یا انتخابی مورد بررسی قرار میدیم روش سختکاری با شعله هست. این روش تشابه زیادی به روش سختکاری القایی داره، با این تفاوت که منبع ایجاد حرارت شعله هست. قطعه تا دمای آستنیته شدن گرم میشه و بعد از اون عملیات کوئنچ رو اجرا میکنن. توی این روش احتمال اکسید شدن وجود داره، اما مزیت‌هایی هم نسبت به روش القایی وجود داره. از جمله اینکه سرعت انجام بالایی داره، مقرون به صرفه هست و احتمال ایجاد اعوجاج و تاب برداشتن تقریبا صفر هست. گروه دوم از روش‌های سختکاری سطحی که با اون آشنا میشیم عملیات نفوذی هست. با کربن‌دهی به عنوان اولین روش شروع میکنیم و میخواییم آشنا بشیم. لازم هست بدونیم که عملیات نفوذی در دمای بالا و گذشت زمان مناسب و با وجود شیب غلظتی انجام میشه. وجود چنین شرایطی برای ایجاد موبیلیته برای نفوذ عنصر مورد نظر هست. به طور کلی هدف از کربن